الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم توفیق درک یک ماه مبارک رمضان دیگری رو به ما عنایت کرد. ماه رمضان ماه جهش عبادی است، عبادتی که در ایام عادی سال یه نمره مشخصی داره، در این ماه جهش پیدا میکنه. چه جهشی از این بالاتر که یک آیه قرآن یک ختم حساب میشه، 6000 و خورده ای آیه. چه جهشی از این بالاتر که یک تسبیح در این ماه سبحان الله با اخلاص مضاعف میشه، یک نفس کشیدن تسبیح حساب میشه. ماه رمضان ماه سفر آسمانی است. همه ما های سفرهایی داریم، این سفر سفر عبور از عالم حیوانی است، سفر عبور از هوای نفس. ماه رمضان ماه گشوده شدن سفره گسترده الهی است، سفره‌ای که همه رو میپذیرند، همه رو میپذیرند. رسول خدا فرمود شب اول ماه مبارک رمضان، ان ابواب السماء تفتح، درهای آسمان باز میشه، فی اول لیلت من شهر رمضان. بعد فرمودن دیگه هم تا آخر ماه مبارک رمضان بسته نمیشه، یعنی این سفره رو جمع نمی کنند. یه تعبیر زیبایی مقام معظم رهبری دارن، میفرماین ماه رمضان قطعه ای از بهشت است در جهنم سوزان دنیا. واقعا اینطوره دیگه، ما هممون اسیریم تو دنیا، اسیر مال، اولاد، نفس. اما یه قطعه از بهشت، یه قطعه از بهشت که تمام در واقع حالاتش معنوی است، در این ماه در مقابل ما قرار داده شده. برادران عزیز، خواهران گرامی، شاید بنده 30 سال است ماه مبارک رمضان، بیش از 30 سال است سخنرانی دارم، این اولین ماه رمضان است که بدون مخاطب صحبت میکنم. همیشه انبوه مردم تو این حرم، جاهای دیگه جمع بودن، ما هم صحبت میکردیم. خب دست تقدیر الهی است، باید جسم و بدن انسان‌ها حفظ بشه، جامعه سالم بمانه. آقایان بهداشت، اطباء که از همه‌شون ممنونیم، تشکر می‌کنیم، قدردانی می‌کنیم، خسته نباشید می‌گیم، اینطور تشخیص دادن که فعلا حرم‌ها باید برنامه رسمی درش نباشه. اول ماه رمضان در کنار حرم حضرت معصومه کریمه اهل بیت دعا می‌کنم انشاءالله این مانع رفع بشه، این بیماری کاهش پیدا کنه، از دنیا برداشته بشه، از جهان اسلام برداشته بشه. امسال این گونه برنامه ریزی شد. البته ما طبق روال سالهای گذشته در همین ساعت تفسیرمون رو خدمت شما عزیزان خواهیم داشت. شما هم فعلا بیننده این برنامه باشید تا انشاءالله امکان توفیق حضوری پیدا بشه. البته سالهای قبلم که ما برای مردم صحبت میکردیم تو این حرم، همه اینجا نبودن، حتی اکثر 1000 نفر، 2000 نفر،
بسیاری از عزیزان ما از گیرنده هاشون برنامه رو دریافت می کردند. من 3-4 تا نکته عرض می کنم، انشاءالله بحث اصلیمون رو از فردا شروع می کنیم. نکته اول، عزیزان من، برادران، خواهران، جوانان عزیز، کسایی که سال اول روزتونه، نوجوانان، حالا امسال خب مدارس هم تعطیل، خیلی جوانها و نوجوانها تو منزل هستند، همه عزیزانی که عرایض بنده رو میشنوید، به ویژه اونهایی که در بیمارستان بستری هن یا کادر بیمارستانی فرصت میکنن در این ساعت این برنامه رو ببینن، من 3-4 تا نکته مهم میخوام عرض کنم. نکته اول آن است که مردم در برخورد با ماه رمضان 4 دسته هستند. حالا اینی که دارم عرض میکنم کلی میگم، ببینیم ما جزء کدام دسته ایم. دسته اول، گروهی که شادمانند، خوشحالند، شعف دارند، اصلا نمی سراپا رو نمی شناسند چه ماهی آمده. رسول خدا وقتی ماه مبارک رمضان شروع می شد رنگش تغییر می کرد، نمازش زیاد می شد، دعای زیاد می شد، امام سجاد دعای استقبال از ماه رمضان داشت، پیغمبر خطبه شعبانیه داشت، ائمه ما اینطور بودن، اولیا اینطور بودن، حضرت امام که گاهگاهی شعرم میگفتن، دیوان شعرشونم منتشر شده، در ماه رمضان شعرم نمیگفتن، ملاقاتهای سیاسیشونم تعطیل میکردن. مرحوم علامه طباطبایی اول ماه مبارک رمضان که میشد مقید بودن همه شبها رو بیدار باشند، حتی تفسیر المیزانشون رو در ماه رمضان تمام کرد. خب این یک دسته، دسته ای که شادن، خوشحالن، الحمدلله. ما کجا بریم شبی داشته باشه معادل 1000 ماه؟ ما کجا بریم یه آیه قرآن ختم حساب بشه، یه ختم قرآن؟ ما کجا حضور پیدا کنیم که انفاقش، نمازش، عبادتش ضرب در چند صد و چند هزار میشه؟ این یک دسته. دوم، کسایی هن که بی تفاوتن، رمضان و شعبان و ذیقعده و ذیحجه براشون فرقی نمی کنه، نه خوشحال میشن نه شاد. اینها کسانی هن که زندگیشون روزمره شده، عادیه، خوابشون رو دارن، غذاشون، شاید روزه هم میگیرن، اما به عنوان یک واجبی، تکلیفی که حالا باید انجام بدن، هیچ تأثیری ماه رمضان در اونها نمیذاره. قرآنی بخوانن، عبادتی اضافه کنن، تغییری در نگاهشون، در کلامشون. خب اینم یه دسته، مثل همه اتفاقاتی که تو دنیا میفته بعضیا بی تفاوتن، اینم برخورد بعضیا با ماه مبارک رمضان. دسته سوم که خیلی بده، ناراحت میشن، ای دوباره ماه رمضان آمد، ای میشمرن 2 روز تمام شد، 3 روز تمام شد، احساس ناراحتی میکنن. حالا ممکنه روزه هم بگیرند و یا نگیرن، اما یه حس در واقع بدی نسبت به ماه دارن. اینا باید در خودشون تجدید نظر کنن، چرا ماهی که پیغمبر خوشحال ما ناراحتی؟ چرا ماهی که ملائکه خوشحالن ما ناراحتی؟ چرا تنها ماهی که نامش در قرآن آمده، ماهی که خدا او رو مبارک نامیده شبهاشو، چرا ناراحتند؟ خب اما وای به دسته چهارم. دسته چهارم انزجار دارن، تنفر دارن، توهین میکنند. این بدترینشه، توهین میکنن به این ماه. من یه داستانی رو عرض کنم، تو منابع آمده، پسر هارون الرشید ابو عیسی، برادر مأمون، ابو عیسی ابن رشید، ایشون خب آدم عیاشی بوده، حالت به پشت خوابیده بود، حالا مشغول استراحت و خوشگذرانی، یه وقت توی قصر سر و صدا شد، گفت چه خبره؟
گفتن هلال ماه مبارک رمضان دیده شد، میخوان اعلام کنن ماه رمضان شروع شد. اونقدر تنفر داشت، با عصبانیت بلند شد گفت من اگر به قدرت برسم این ماه رمضان رو از تقویم پاک میکنم و دیگه نمیذارم کسی روزه بگیره. هنوز خب خلیفه نشده بود، پدرش هارون سر قدرت. بعد یه شعری گفت، شعرش اینه: دهانی شهر الصوم لا کان من شهری و ما صمت شهرا بعده آخر الدهری. دهانی یعنی یه مصیبتی بر ما نازل شد، یه بلایی بر ما نازل شد به نام ماه رمضان. من اگر زنده باشم این آخرین ماه رمضان است که تو تقویمه. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانهای عزیز، توهین کرد به چیزی که محبوب خداست، یعنی ماه رمضان، ماه خداست. بعد از ماه سرع گرفت، بیماری شدید گرفت و قبل از ماه رمضان سال بعد از دنیا رفت. یعنی تصمیم گرفت رمضان رو از تقویم پاک کنه، خودش از صفحه روزگار پاک شد. ببینید ماها چند تا ماه رمضان رو درک میکنیم؟ الان چند هزار نفر قبل از ماه رمضان تو این بیماری کرونا از دنیا رفتند. فکر میکردن اینطور باشه؟ شما سال گذشته ماه رمضان به اینا میگفتید شما قبل از رمضان یه ویروسی میاد سال آینده شما از دنیا میرید؟ اصلا کسی به ذهنش میرسید حرمها اینطور خلوت بشه، نماز جمعه تعطیل بشه، برنامه های مذهبی تعطیل بشه، این همه آدم، قریب 200,000 آدم؟ آقایان وقتی حوادث تکرار میشه برای ما عادی میشه. برادران، خواهران، 200,000 آدم که تا امروز تو دنیا از بین رفتن، جمعیت یک شهر، جمعیت یک استان. شوخیه؟ ما کدام زلزله‌ای داشتیم این همه آدم یک جا از بین برن؟ 200,000 آدم در اثر یک ویروس کوچکی. خب این خیلی ها ماه رمضان امسال رو درک نکردند. ما هم نمیدونیم تا پایان ماه چه اتفاقی خواهد افتاد. پس حواسمون جمع باشه، فرصت ماه رمضان رو از دست ندیم. تأسف میخوریم الان کسایی که سر به تراب گذاشتن زیر خاکن به ماها تأسف میخورن، میگن خوشا به حال اینا، حالا زندن میتونن کاری انجام بدن. این نکته اولی که من خواستم بگم، تو این 4 دسته سعی کنیم جزو دسته اول باشیم. حتی اگر عزیزانی به هر دلیلی نمیتونن روزه بگیرن، عزیزان من، قرآن خواندن، عبادت کردن، استغفار، اینا که مخصوص روزه‌دار نیست، انفاق عام، فرصت رو از دست ندید. این نکته اول. گفتم 3 نکته میخوایم عرض کنیم. نکته دوم، ماه مبارک رمضان یکی از کارهایی که زمینش فراهم، البته امسال کم شده، عزیزان ما باید از فضاهای مجازی استفاده کنن برای این کار، بحث موعظه و ارشاد. ببینید من یه روایتی رو بخوانم، روایت جالبی است. کان علی ابن ابی طالب علیه السلام یعش الناس فی شهر رمضان باللحم. امیر المومنین شبهای ماه مبارک رمضان با گوشت غذا درست میکرد، حالا آبگوشتی، کبابی. ببینید ما هرچی شنیدیم، شنیدیم حضرت علی نان در خانه فقرا میبرد، اما این روایت میگه گوشت میپخت، میبرد در خانه فقرا. ولایت الشام معهم، خودش نمیخورد، حضرت مینشست، مردم با این گوشت افطار میکردن. وقتی افطارشون تمام میشد، فاذا فرغوا خطبهم و وعظهم، شروع میکرد سخنرانی کردن. این قابل توجه. عزیزانی که ائمه جماعات، روحانیون، مبلغین امسال نمیتونن تبلیغ در فضای مسجد داشته باشن، آقای افطاری تهیه میشه،
در خانه یک خانواده، حالا اجتماع زیاد ممنوعه، یک خانواده 5 نفر 10 نفر شب به شب انسان سر میزنه، قضایی میبره، باشون گفتگو میکنه، یه روایتی هم آدم میخونه. این تبلیغات خانه به خانه تو فامیلها تعطیل نشه. شاید نشه امسال دور هم جلسات قرآن گرفت، اما میشود در فضای محدود با رعایت اون اصول و قوانین این اتفاق بیفته. تبلیغ و موعظه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. من از یه عالمی امروز یاد کنم از شهر قزوین، ملا محمد تقی برقانی که در قزوین دفنه ایشون معروف به شهید ثالث. میدونید این عالم کسیه که 24 جلد شرح شرایع و فقه نوشته به نام منهج الاجتهاد. این عالم کسیه که در زمان خودش 1 سال تمام شبهای سال رو بیدار ماند و احیا گرفت. خیلیه ها، گفت میخوام شب قدر رو درک کنم، شاید شب قدر تو شعبان باشه مثلا، احتمال دیگه. 1 سال احیا گرفت. و میدونید ایشون کسیه که با بابیه و بهائیه در افتاد و یک سحری که مشغول عبادت بود تو مسجد، اومدن با شمشیر افتادن به جانش، او رو مجروح کردن، 2 روز بعدش هم شهید شد. استاد ما آیت الله مظاهری میفرمود ایشون اولین شهید محراب بعد از امیرالمومنینه که معروف است به شهید ثالث. یک کتابی دارد به نام مجالس المتقین. البته من این کتاب رو به عموم توصیه نمی کنم چون نثرش سنگینه، ولی خواص میتونن مطالعه کنن. 50 جلسه سخنرانی است. اول ماه رمضان که شروع میکرد، 20 شوال تمام میکرد. حالا ما سخنرانیمون 30 روزه، ایشون 20 روزم بعد ماه رمضان منبر میرفت. و یک کتابی چاپ شده، مجالس المتقین. بله جوانان عزیز، فرصت ماه رمضان رو همش تو این فضای مجازی فیلم سریال صرف نکنید. بعضی از ما فکر میکنیم ماه رمضان هم مثل عید نوروزه، ماه رمضان آمد پس سریال ها و فیلم ها. و من مخالف نیستم، بالاخره صدا و سیما یه وظیفه ای داره، باید اوقات مردم رو پر کنه. الحمدلله امسال هم به خوبی هم برنامه های مذهبی هم برنامه های تفریحی گذاشته. ولی فکر نکنید رمضان نوروزه. بله فرصت هایی برای فیلم ها سریال ها، اما انصافا الان چندین شبکه ختم قرآن دارن. جوانان عزیز به خدا بده یه لیسانس یه فوق لیسانس قرآن میخوانه، اشتباه میخوانه، مدرک های بالا اما قرائت قرآن غلط. بنشینید با این قرائت های سیما قرآن بخوانید، مطالعه کنید، علمتون رو افزایش بدید. من نمیگم چی بخوانید، شما رمان بخوانید، تاریخ بخوانید، من نگفتم احکام بخوانید، فقه بخوانید، مطالعه. مقام معظم رهبری، من یه وقتی محضر ایشان بودم، حالا آمارش آدم نیست، فرمود من تو جوانی این مقدار کتابای رمان خواندم. و چقدرشون مطالعه توی کتابهای غیر مذهبی، اشعار، داستانها، تاریخ. لذا میبینید وقتی وارد میشن تو هر عرصه ای اطلاعات قوی دارند. خب این حافظه در جوانی شما میتوانید ازش استفاده کنید. نکته بعدی که عرض میکنم که حالا این شرایط امروز جامعه موجب بیکاری بعضی ها شده، موجب تعطیلی بعضی کاسبی ها شده، به فضل خدا خیلی ها تلاش کردن، من خبر دارم. اما عزیزان من خواهش میکنم دوست روایتی که میخونم ببینید، انفاق و کمک به مردم در همه ایام سال، مخصوصا ماه مبارک رمضان. من چند تا روایت بخونم. یکیش مال قبل از اسلام، پدر بزرگ رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تو روایت دارد عبدالمطلب، کان اذا دخل شهر رمضان، وقتی ماه رمضان میشد، خب هنوز که اسلام نیامده بود، قبل از اسلام، سعد الهرا،
میرفت به غار حرا برای عبادت و اطعم المساکین، به مساکین اطعام میکرد. پس سنت انفاق در ماه مبارک رمضان مخصوص مسلمان ها نبوده، قبل از اسلام هم بوده. روایت دیگر، امام صادق فرمود من تصدق فی رمضان صرف الله عنه 70 نوعا من البلا، کسی ماه رمضان انفاق کنه 70 نوع بلا ازش دفع میشه. ولذا رسول خدا ماه رمضان تمام اسیرا رو آزاد میکرد، به تمام فقرام کمک میکرد. نگید از خودم میگم و متنشو میخونم. اذا دخل شهر رمضان اطلق کل اسیر و اعطا کل سائل، همه فقرا رو رسیدگی میکرد. مرحوم سید محسن امین میگوید امام سجاد انگور رو خیلی دوست داشت میان میوه ها. حالا الان که هنوز نیامده، ولی خب در یه فصل خاصی انگور میاد. افطار گرمای تابستان یک کسی از این کنیزا انگور شست، آورد امام افطار کنه. در زدن. کیه؟ گفتن فقیری. آقا فهمود کل این انگور رو بهش بدید. فردا شب تکرار شد، پس فردا شب، سه شب پشت سر هم امام انگوری که برای افطار آورده بودن انفاق کردن. کنیز یه خود ناراحت شد، گفت آقا شما انگور رو دوست دارید، موقع افطار برای شما آوردم. فرمودن الحمدلله که انگورا هدر نرفت. هدر نرفت یعنی چی؟ میخوردیم هدر میرفت، اما الان همه شو تو پرونده ما نوشتن. این همون این فرزند اون مادریه که سه شب نان به یتیم و مسکین و اسیر داد، خودش با آب افطار کرد. این فرهنگ تو زندگی ما باید جا بیفته عزیزان من. فرهنگ اینی که اونی که میدیم میمانه، اونی که میخوریم هدر میره. خدا شما رو به خدا بررسی کنید، تو فامیل، تو بستگان، تو همسایگان. این انفاقی که عرض کردم، من آخرین نکته من بگم چون وقت این منبر محدوده. روز آثار فراوانی تو زندگی ما داره. حضرت زهرا فرمود اخلاص میاره، تثبیتاً للاخلاص. امام رضا یه جمله‌ای فرمود که مأمون گفت بذار خودم بنویسم با دست خودم. از بس این جمله جالب بود، مأمون خب نویسنده داشت، کاتب داشت، گفت آقا علی ابن موسی رضا این جمله‌ای که گفتید من میخوام خودم بنویسمش. آقا فرمود روزه باعث میشه غنی درد فقیر رو احساس کنه، گرسنگی بکشه، تشنگی بکشه. من یه داستانی براتون بگم جالبه، تو منابع آمده، به نظرم از شیخ عباس قمی در الکنا و الالقاب آورد. این دیگه آخر عرض منو بحثمو جمع کن. خیلی جالبه، ایشون میگه که معتز پسر متوکل عباسی میخواست ولیعهد بشه. خب مثلا قرار بود دو سه روز دیگه مراسم ولایت عهدیش باشه. یه معلمی داشت به نام ابو اسیده نحوی یا کوفی، شاگردش بود، معتز پسر خلیفه شاگرد ایشون بود. بهش گفتن دو سه روز دیگه ولایت عهدی معتز پسر متوکل. گفت چشم باش، آمادش میکنه. سه تا کار کرد، خوب گوش بده. مثلا پسر متوکل تو کلاس جاش جلو بود دیگه، جای ویژه داشت. گفت برو عقب بنشین جای اون مثلا افراد عادی. خیلی بهش برخورد، ولی معلمه گفت چشم. دو، هر روز که کلاس تمام میشد این معلم نهار پسر متوکل معتز رو بهش میداد، اون روز نهار بهش نداد، تا شب گرسنه نگهش داشت. و سوم به اون، حالا من میگم ناظم، ناظم مدرسه، خادم، گفت ببر یه کتکی هم به این بزن، یه کتکی هم به آقایی که قرار ولیعهد بشه پسر خلیفه خورد. آمد پیش باباش متوکل، متوکل هم آدم خبیثی بوده، این معلم رو خواست، گفت چطور شده؟ پسر منو از مقامش پایین آوردی، گرسنه نگهش داشتی، کتکم بهش زدی، پدرتو در میارم به تعبیر ما. گفت قربان بذار من یه توضیح بدم، شنیدم میخواد ولیعهد بشه، جای شما بنشینه.
از مقامش آوردم پایین ببینه چقدر سخته وقتی رئیس شد مقام کسی رو پایین نیاره، کسی رو از جاش تحقیر نکنه. کارهایی که الان میدونید ما هر دولتی عوض میشه همه رو عوض میکنیم. گفت اینو آوردم از مقامش پایین که درد از مقام پایین اومدن رو درک کنه. دو، گرسنه نگهش داشتم تا وقتی خلیفه شد بدانه گرسنگانی تو کشورش وجود دارن بهشون رسیدگی کنه. و سوم، زدمش تا بدانه زدن مظلوم، زدن بیگناه چقدر سخته. این که کاری نکرده بود بنده خدا. خیلی متوکل خوشش اومد، 10,000 دینار بهش جایزه داد. گفت باریکلا. آقا برای چی این قصه رو برای ما گفتی اول ماه رمضان؟ چه ربطی داشت؟ ربطش اینه، ماه رمضان باعث میشه ما درد گرسنه ها رو احساس کنیم. ماه رمضان باعث می شود ما یک به خود آمدنی داشته باشیم، تسلط بر نفس پیدا کنیم. عزیزان من، جوانان عزیز، حیوانات امیرالمومنین می فرماید همشون شکمه. اگر ما هم هممون شد شکم میشیم حیوان. چرا بعضیا فقط از ماه رمضان سفره سحر و افطارش رو میشناسن؟ چرا فقط آشپزخانه و قابلمه غذا رو میشناسن؟ چرا فقط تنوع غذا رو میبینن؟ بابا این که هدف ماه رمضان نیست. هدف ماه رمضان تسلط بر نفس، تقویت اراده است، عبور از زندگی حیوانی است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ابی عبدالله هم اسرا شورا گرسنه بود، ابی عبدالله هم تشنه بود. پیغمبر خدا به او فرموده بود افطار پیش منی، افطار و کاللیله اندی. ولذا راوی گفت رفتم گودی قتلگاه، دیدم سر روی خاک گذاشته با حالت تشنه گرسنه، لبهای خشکیدش به هم میخورد. گفتم شاید داره نفرین میکنه، اما دیدم داره میگه الهی رزن به قضائک، خدایا راضیم به قضاء تو، به تقدیر تو. یا ابا عبدالله، امسال نشد ما روزه رو برای مردم در فضای عام بخوانیم. از سیما و از گیرنده ها مردم دارن روزه ما رو گوش میدن. دلمون برای حرم شش گوشت تنگ شده، دلمون برای ایستادن زیر قبه تنگ شده، اما به دستور امام صادق در این اولین روز ماه مبارک رمضان، نمیدونم کیا دارن حرف منو گوش میدن، اما همه با من از کنار این حرم کریمه اهل بیت این سلام رو بدیم 3 مرتبه: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسمک الاعظم یا الله، یا الله یا الله یا الله. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بنما، بیمارانمون مخصوصا این 2,000-3,000 بیماری که اعلام میکنن حالشون در اثر این بیماری کرونا مساعد نیست، شفا عنایت بفرما. خدایا سلامت و صحت رو به دنیا، به کشور ما، به جامعه اسلامی ما برگردان. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. اموات، گذشتگان، شهدا، عزیزانی که از کادر پزشکی و پرستاران به شهادت رسیدن، واقعا به شهادت رسیدن، امام عزیز از سر این سفره ماه مبارک رمضان بهره مند بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.